عملیات به خوبی انجام شد و با شهادت چند تن از نیروهای پاستار ارتفاعات و کل منطقه مرزی از وجود عناصر گروهک تروریستی پژاک پاکسازی شد من در آن عملیات حضور داشتم یک نمرد نظامی واقعی رو از نزدیک تجربه کردم حس خیلی خوبی بود آرزوی شهادت مثل همه رفقام داشتم اما با خودم میگفتم ما کجا و توفیق شهادت دیگر اون روحی های دوره جوانی و عشق و شهادت در وجود ما کمرنگ شده بود در اون عملیات به خاطر گرد و غبار و آلدگی خاک منطقه و غیره چشمام افونت کرد آلدگی محیط باعث سوزش چشمام شده بود این سوزش حالت عادی نداشت پزشک واحد امداد قطره ای رو توی چشمام ریخت و گفت تا یک ساعت دیگه خوب میشی ساعتی گذشت اما همینطور درد چشم منو اذیت میکرد چند ماه از اون ماجرا گذشت عملیات موفق رزمندگان مدافع وطن باعث شد که ارتفاعات شمال غربی به کلی پاکسازی بشه. نیروها به واحدهای خودشون برگشتن اما من هنوز درگیر چشمان بودم. بیشتر چشم چپم اذیتم میکرد. حدود سه سال با سختی روزگار گذروندم. در این مدت صدها بار به دکترهای مختلف مراجعه کردم اما جواب درستی نگرفتم. تا اینکه یک روز صبح احساس کردم که چشم چپم از حدقه بیرون زده درست بود در مقابل آینه که قرار گرفتم دیدم چشم من از مکان خودش خارج شده حالت عجیبی بود از طرفی دردش شدیدی داشتم و از طرفی متعجب همان روز به بیمارستان مراجعه کردم و التماس میکردم که من رو عمل کنن دیگه قابل تحمل نیست کمیسیون پزشکی تشکیل شد عکس ها و آزمایش های متعدد از من گرفتن در نهایت تیم پزشکی که متشکل از یک جراح مغز و یک جراح چشم و چند متخصص بود اعلام کردن یک قده نسبتاً بزرگ در پشت چشم تو ایجاد شده فشار این قده باعث شده تا چشم جلو بیاد و به علت چسبیدگی این قده به مغز کال جدا کردن اون خیلی سخته و اگه عمل صورت بگیره یا چشمای بیمار از بین میره یا مغزش آسیب جدی میبینه کمیسیون پزشکی خطر عمل جراحی رو بالای 60 درصد میدونست و موافق عمل نبود اما با اصرار من و با حضور یک جراح از تهران کمیسیون بار دیگه تشکیل شد و تصمیم بر این شد که قسمتی از ابروی من رو شکافته و با برداشتن استخوان بالای چشم به سراغ قده در پشت چشم برند عمل جراحی من در اوایل اردیبهشت 1394 در یکی از های اصفهان انجام شد عملی که 6 ساعت به طول انجامید. تیم پزشکی قبل از عمل بار دیگه به من و همراه اعلام کرد به علت نزدیکی محل عمل به مغز و چشم احتمال نابینایی و یا احتمال آسیب به مغز و مرگ وجود داره. برای همین احتمال موفقیت عمل کمه و فقط با اصرار بیمار شماست که عمل انجام میشه. با همه دوستان و آشنایان خداحافظی کردم. با همسرم که باردار بود و در این سالها سختی های زیادی کشیده بود ودا کردم از همه حلالیت طلبیدم و با توکل به خدا راهی بیمارستان شدم وارد اتاق عمل شدم حس خاصی داشتم احساس می کردم که از این اتاق عمل دیگه بر نمی کردم پزشکی با دقت بسیار کارش رو شروع کرد من در همون اول کار بیهوش شدم عمل جراحی طولانی شد و برداشتن قده پشت چشمم با مشکل مواجه شد. پزشکان تلاش خودشون رو مضاعف کردند. برداشتن قده همونطور که پیش بینی میشد با مشکل جدی همراه بود. اونها کارها رو ادامه دادن و در آخرین مرحله عمل بود که به یک بار همه چیز عوض شد. احساس کردم اونها کار رو به خوبی انجام دادن. دیگه هیچ مشکلی ندارم. آروم و سبک شدم. چقدر حس زیبایی بود درد از تمام بدنم جدا شد یک بار احساس راحتی کردم سبک شدم با خودم گفتم خدا رو شکر از این همه درد چشم و سردرد راحت شدم چقدر عمل خوبی بود با اینکه کلی دستگاه به سر و صورت و بدنم بسته بود اما روی تخت جراحی بلند شدم و نشستم برای یک لحظه زمانی رو دیدم که نوزاد و در آغوش مادرم بودم از لحظه کودکی تا لحظه که وارد بیمارستان شدم برای لحظاتی با تمام جزئیاتش در مقابل من قرار گرفت چقدر حس و حال شیرین داشتم در یک لحظه تمام زندگی و اعمالم رو دیدم در همین حال و هوا بودم که جوانی بسیار زیبا با لباس سفید و نورانی در سمت راست خودم دیدم اون بسیار زیبا بود و دوست داشتنی نمیدونم چرا اینقدر اونو دوست داشتم میخواستم بلند شما توی آغوشش بگیرم اما کنار من وایساد و به صورت من لبخند میزد محو چهره اون بودم با خودم میگفتم چقدر چهرت زیباست چقدر آشناست من اینو کجا دیدم سمت چپم رو نگاه کردم دیدم امو و و آقا جان سید یعنی همون پدر بزرگم ایستادند امو مدتی قبل از دنیا رفته بود پسر امم هم از شهدای دفاع مقدس بود از اینکه بعد از سالها اونها رو میدیدم خوشحال شدم زیر چشمی به جوان زیبارویی که کنارم بود دوباره نگاه کردم من چقدر اونو دوست داشتم چقدر چهرش بنام آشناست یک بار یادم اومد حدود 25 سال پیش شب قبل از سفر مشهد عالم خواب حضرت اسرائیل با ادب سلام کردم حضرت اسرائیل جواب دادن من محو جمال ایشون بودم که با لبخندی به لب به من گفتن بریم با تعجب گفتم کجا بعد دوباره نگاهی به اطراف انداختم دکتر جراح ماسک روی صورتش رو در آورد و به اعضای تیم جراحی گفت دیگه فایده نداره مریض از دست رفت بعد گفت خسته نباشید شما تلاش خودتون رو کردین اما بیمار نتونست تحمل کنه یکی از پزشکا گفت دستگاه شوک بیارید نگاهی به دستگاه ها و مانیتور اتاق عمل کردم همه از حرکت واکسده بودند. عجیب بود که دکتر جراح من پشت به من قرار داشت اما من میتونستم صورتش رو ببینم حتی میفهمیدم که در فکرش چی میگذره من افکار افرادی که داخل اتاق بودن رو هم میفهمیدم همون لحظه نگاه هم به بیرون از اتاق عمل افتاد من پشت اتاق رو دیدم برادرم با یک تسبیح در دست نشسته بود و ذکر میگفت خوب به یاد دارم که چه ذکری میگفت اما از اون عجیبتر این که ذهن اون رو میتونستم بخونم اون با خودش میگفت خدا کنه که برادرم برگرده اون دوتا بچه کوچیک داره و سومی هم توی راهه اگر اتفاقی براش بیفته ما به بچه ها چی کار کنیم یعنی بیشتر ناراحت خودش بود که با بچه های من چی کار کنه کمی اون سوتر داخل یکی از اتاقهای بخش یک نفر در مورد من با خدا حرف میزد. من اون رو هم می دیدم. داخل بخش آقایان یک جانباز بود که روی تخت خوابیده بود و برام دعا می کرد. اون رو می شناختم. قبل از اینکه وارد اتاق عمل بشم باهاش خدافزی کردم و گفتم که شاید بر نگردم. این جانباز خالصانه می گفت خدایا من رو ببر. اما اون رو شفا بده. اون زن و بچه داره اما من ندارم. یک بار احساس کردم که باطن تمام افراد رو متوجه میشم نیت ها و اعمالشون رو میبینم بار دیگه جوان خوشتیما به من گفت بریم خیلی زود فهمیدم منظور ایشون مرگ من و انتقال به اون جهانه از وضعیت به وجود اومده و راحت شدن از درد و بیماری خوشحال فهمیدم که شرایط خیلی بهتر شده اما گفتم نه مکسی کردم و به پسرمم اشاره کردم بعد گفتم من آرزوی شهادت دارم من سالها به دنبال جهاد و شهادت بودم حالا اینجا با این وضع اما انگار اصرار من بیفایده بود باید میرفتم همون لحظه دو جوان دیگه ظاهر شدند و در چپ و راست من قرار گرفتند و گفتند بریم بی اختیار همراه با اونها حرکت کردم لحظه ای بعد خودم رو همراه با این دو نفر در یک بیابان دیدم. این را هم بگویم که زمان اصلا مانند اینجا نبود. من در یک لحظه صدها موضوع رو میفهمیدم و صدها نفر رو میدیدم. اون زمان کاملا متوجه بودم که مرگ به سراغم اومده اما احساس خیلی خوبی داشتم. از اون درد شدید چشم راحت شده بودم. پسرم و عموم در کنارم حضور داشتند و شرایط خیلی عالی بود. من شنیده بودم که دو ملک از سوی خدا همیشه با ما هستند. حالا داشتم این دو ملک رو هم میدیدم چقدر چهره اونها زیبا و دوست داشتنی بود. دوست داشتم همیشه با اونها باشم. ما با هم در وسط یک بیابان کویری و خشک و بی و علف حرکت می کردیم. کمی جلوتر چیزی رو دیدم. روبروی ما یک میز قرار داشت که یک نفر پشت اون نشسته بود. آهست آهسته آهسته به میز نزدیک شدیم به اطراف نگاه کردم سمت چپ من در دور ها چیزی شبیه سراب دیده می شد اما اون چه می دیدم سراب نبود شعله های آتیش بود حرارتش رو از راه دور حس می کردم به سمت راست خیره شدم در دوردستها یک باغ بزرگ و زیبا یا چیزی شبیه جنگل های شمان ایران پیدا بود نسیم خونکی از اون سو احساس می کردم به شخص پشت میز سلام کردم با ادب جواب داد منتظر بودم میخواستم ببینم چی کار داره این دو جوان که در کنار من بودن هیچ عکس عملی نشون ندادن حالا من بودم و همون دو جوان که در کنارم قرار داشتن جوان پشت میز یک کتاب بزرگ و قطور رو در مقابل من قرار داد جوان پشت میز به اون کتاب بزرگ اشاره کرد وقتی تعجب من رو دید گفت کتاب خودته بخون امروز برای حسابرسی همین که خودت اون رو ببینی کافیه نگاهی به اطرافیانم کردم کمی مکس کردم و کتاب رو باز کردم سمت چپ بالای صفحه اول با خطی درشت نوشته شده بود سیزده سال و شش ماه و چهار روز از آقایی که پشت میز بود پرسیدم این عدد چیه گفت سن بلوغ شماست شما دقیقا در این تاریخ به بلوغ رسیدی به ذهنم اومد که تاریخ یک سال از پانزده سال قمری کمتره اما اون جوان که متوجه ذهن من شده بود گفت نشانه های بلوغ فقط این نیست که شما در ذهن داری من هم قبول کردم قبل از اون و در صفحه سمت راست اعمال خوب زیادی نوشته شده بود از سفر زیارتی مشهد نماز اول وقت و هیئت و احترام به والدین و غیره پرسیدم اینها چیست گفت این اعمال خوبیه که قبل از بلوغ انجام دادی همه این کارهای خوب برایت حفظ شده قبل از اینکه وارد صفحات اعمال پس از بلوغ بشیم جوان پشت میز نگاهی کلی به کتاب من کرد و گفت نمازهایت خوب و مورد قبوله برای همین وارد بقیه اعمال میشه در پانوشت نوشته که پیامبر فرمودند نخستین چیزی که خدای متعال بر امتم واجب کرده نمازهای پنجگان است و اولین چیزی که از کارهای اونا به سوی خدا بالا میره نمازهای پنجگان است و نخستین چیزی که درباره اون از امتم حساب رسی میشه نمازهای پنجگان است وقتی اون ملک این گونه به نماز اهمیت میداد و بعد به سراغ بقیه اعمال رفت یاد حدیثی افتادم که فرمود اولین چیزی که مورد محاسبه قرار میگیره نمازه اگر نماز شما قبول شه بقیه اعمال هم قبول میشه و اگر نماز رد بشه فلا من قبل از بلوغ نمازم رو شروع کرده بودم و با تشویخ های پدر و مادرم همیشه در مسجد حضور داشتم کمتر روزی پیش می اومد که نماز صبح هم قضا بشه اگر یک روز خدای نکرده نماز صبحم غذا می شد تا شب خیلی ناراحت و افسرده بودم این اهمیت به نماز رو از بچگی یاد گرفته بودم و خدا را همیشه اهمیت میدادم خوشحال شدم به صفحه اول کتابم نگاه کردم از همان روز بلوغ تمام کارهای من با جزئیات نوشته شده بود کوچکترین کارها حتی ذره کار خوب و بد رو دقیق نوشته بودند و صرف نظر نکرده بودند تازه فهمیدم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یعنی چه هر چی که ما اینجا شوخی حساب کردیم اونجا جدی نوشته بودن در داخل این کتاب در کنار هر کدوم از کارهای روزانه من چیز شبیه یک تصویر کوچیک وجود داشت که وقتی به اون خیره می شدم مثل فیلم به نمایش در می آمد. درست مثل قسمت ویدیو در موبایل های جدید فیلم اون ماجرا رو مشاهده کردم اون هم فیلم سبودی با تمام جزئیات یعنی در مواجهه با دیگران حتی فکر افراد رو هم توی اون فیلم می دیدم لذا نمی هیچ کدوم از اون کارها رو انکار کرد غیر از کارها حتی نیتهای ما ثبت شده بود اونها همه چیز رو دقیق نوشته بودند جای هیچ گونه اعتراضی نبود تمام اعمال ثبت شده بود هیچ حرفی هم نمیشد بزنیم اما خوشحال بودم که از کودکی همیشه همراه پدرم در مسجد و هیئت بودم از این بابت به خودم افتخار می کردم و خودم رو از همین حالا در بهترین درجات بهش می دیدم همینطور که به صفحه اول نگاه می کردم و به اعمال خوبم افتخار می کردم یک دفعه دیدم تمام اعمال خوبم در حال محو شدن هستم صفحه پر از اعمال خوب بود اما حالا تبدیل به کاغذی سفید شده بود با عصبانیت به آقایی که پشت میز بود گفتم چرا اینا محو شد مگه من این کارهای خوب انجام ندادم گفت بله درست میگی اما همان روز غیبت یکی از دوستاتو کردی اعمال خوب شما به نامه عمل اون منتقل شد با عصبانیت گفتم چرا چرا تمام اعمالم رفتم صفحه بعد اون روز هم پر از اعمال خوب بود نماز اول وقت مسجد بسیج هیئت رضایت پدر و مادر و غیره در پانوشت میخونیم که حدیثی از پیامبر که میفرماید سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نیست منبع بهار الانوار جلد 75 صفحه 229 فیلم تمام اعمالم موجود بود اما لازم به مشاهده نبود تمام اعمال خوب مورد تایید من بود اون زمان در دوران دفاع مقدس بود و خیلی ها مثل من بچه مثبت بودن خیلی از کارهای خوبی که فراموش کرده بودم تماما برای من یادآوری میشد اما با تعجب دوباره مشاهده کردم که تمام اعمال من در حال محو شدن است گفتم این دفعه دیگه چرا من که در این روز قیبت نکردم جوان گفت یکی از رفقای مذهبیت رو مسخره کردی این عمل زشت باعث نابودی اعمالت میشه خوب به یاد داشتم که به چه چیزی اشاره میکنه من خیلی اهل شوخی و خنده و سرکار کار گذاشتن رفقا بودم با خودم گفتم اگه اینطور باشه که خیلی اوضاع من خرابه رفتم صفحه بعد روز بعد هم کلی اعمال خوب داشتم اما کارهای خوب من پاک نشد با اینکه اون روز هم شوخی کرده بودم اما در این شوخی ها با رفقا گفتیم و خندیدیم اما به کسی اهانت نکردیم غیبت هم نکردیم هیچ گناهی همراه با شوخی من نبود برای همین شوخی ها و خنده های من به عنوان کار خوب ثبت شده بود با خودم گفتم خدا رو شکر امام حسین علیه السلام میفرمایند بهترین اعمال بعد از اقامه نماز شاد کردن دل مؤمنه البته از طریقی که گناه تو اون نباشه خوشحال شدم و رفتم صفحه بعد با تعجب دیدم که سواب حج در نامه عمل من ثبت شده به آقایی که پشت میز نشسته بود با لبخندی از سر تعجب گفتم حج من این اواخر مکه رفتم در سنین نوجوانی که مکه رفتم که خبر ندارم گفت ثواب حجت ثبت شده برخی اعمال باعث میشه که سواب چندین حج در نامه عمل شما ثبت بشه مثل اینکه اصلا مهربانی به پدر مادرت نگاه کنی یا مثلا زیارت با معرفت امام داشته باشی اما دوباره مشاهده کردم که یکی یکی اعمال خوب من در حال پاک شدنه دیگه نیازی به سوال نبود بیانبر میفرمایند که هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به پدر مادرش نگاه کنه در مقابل هر نگاه سبب یک حج کامل به اون داده میشه اونم حج مقبول سوال کردن که اگر روز صد مرتبه به پدر مادرش نگاه کنه چی؟ و پیانبر فرمود بله این ثواب به اون داده میشه اما دوباره مشاهده کردم که یکی یکی اعمال خوب من در حال پاک شدنه دیگه نیازی به سوال نبود خودم مشاهده کردم که آخر شب با رفقا جمع شده بودیم و مشغول اذیت کردن یکی از دوستان بودیم به دو نفر که در کنار من بودن گفتم شما یک کاری بکنید همینطور اعمال خوب من داره نابود میشه سری به نشونه ناامیدی و اینکه که نمیتونن کاری برام انجام بدن تکون دادن همینطور ورق میزدم و اعمال خوبی رو میدیدم که خیلی براش زحمت کشیدم اما یکی یکی مح می میشد فشار روحی شدیدی داشتم کم مونده بود دق کنم نابودی همه ثروت معنویم رو به چشم می دیدم چی کار کنم هرچی شوخی کرده بودم اینجا جدی ثبت شده بود اعمال خوب من از پرونده خارج می شد و به پرونده دیگران می رف. نکته دیگه که شاهد بودم این که هرچه به سنین بالاتر می رسیدم ثواب کمتری از نمازهای جماعت و هیئت‌ها در عملم دیده می شد. به جوانی که پشت میز نشسته بود گفتم در این روزها من تمام نمازهامو به جماعت خوندم من در این شبها هیئت رفتم چرا اینها در اینجا نیست رو به من کرد و گفت خوب نگاه کن هر چیز سن و سالت بیشتر میشه ریا و خودنمایی در اعمالت زیاد میشه اوایل خالصانه به مسجد و هیئت میرفتی اما بعدها مسجد میرفتی تا تو رو ببینن هیئت میرفتی تا رفقات نگن چرا نیمدی. اگه واقعا برای خدا بود چرا به فلان مسجد یا هیئت که دوستانت نبودن نمیرفتی؟ ممنون که با ما همراه بودید انشالله قسمت های بعدی کتاب سه دقیقه در قیامت رو با ما همراهی کنید و منتظر قدومتون هستیم التماس دا خدا نگهدار